طبیعت یک رابطه ناب دو نفره انسان ها رابطه خالق و مخلوق را آنچنان آلوده مراسم مذهبی و آینهای مسموم کننده قدیس پرستی و مرد پرستی و مکان پرستی کردند که دیگر هیچ فضایی برای حضور خدا باقی نمانده به عبارتی همه واسطه ها در این رابطه دو نفره مطرح و مهم و ارزشمندند جز خود خدا. ادعی هم رابطه خالق و مخلوق را چنان در جهل و خرافات و سنت های قبیلی و عرف و عادات محلی و فرهنگ محیطی خود حزم کردن که در پرستش خدا حرف چرنده، پرنده، خزنده، جونده، دونده و جهنده ارزش پرستیدن و جانفشانی کردن دارد جز خود خدا در حالی که پرستش یک رابطه شخصی دو نفره بین عاشق و مشروق است که در اعماق وجود شخص شکل گرفته و با روح و راستی و روش منحصر به فردش آشکار می شود. در نگاه مسی پرستش سالم، طبیعت ناب و بکر و بدون واسطه یک رابطه سالم و ساده و زلال و شفاف بین عاشق و مشروق است. عیسی مسیح گفت خدا روح است و هر که خدا را پرستش کند می باید به روح و راستی بپرستد. این مهمترین حقیقتی است که نسل خسته از روشهای تحمیلی، نسل دلزده از مذهب و مخصوصا نسل خشمگین از مذهبیونی که بیرحمانه مجبورش کردند، ناخواسته نسل خداگریز شود به شناختن آن نیاز دارد تا بداند شکرگزاری طبیعت ناب یک رابطه ی دو نفره است که به روح و راستی عمل می کند و با تحقیق به یقین می رسد و نه با تقلید. گاندی می گوید خدا هیچ مذهبی ندارد. به عبارتی می گوید خدا هیچ نیازی به روش خاصی برای اثبات وجودش ندارد. زیرا حضورش دلیل وجودش می باشد. به قول مولانا آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلت باید از وی رو متاب بنابراین جز خدا به سجد کس مخیز گرچه باشد رفته و اهل تمیز